جدید رو. انشالله مشکل ما برطرف شده و امروز هم اون تمرین جلسه قبل رو براتون برگزاری میکنم و هم انشالله تکلیف جدید ما. خب عرضم خدمتتون که ما توی اون مدرسه بچه ها اولین جلسه‌مون که طبق روال شما برگزار شد، دومین جلسه‌مون از اینا آزمون گرفتیم ما. البته آزموناشون روزای پنجشنبه است که یه ساعت خاصی داره خود مدرسه این کار انجام میده. من فقط چند تا سوال مهم اونا رو اینجا انجام بدم و تو آموخته هایی که توی افعال و توی اسم اشاره و صفت و اینا خوندیم ببینیم توی تست ما باید چجوری اونها رو پیاده بکنیم. بذاریم با خود شما بریم جلو بچه ها. خب بچه شماره یک، عین صحیح، اولائی کل اغلا ها اولائی طلاب اولائی کل انبیا ها اولائی بنات. با اون نکته اسم اشاره که میدونستید بچه ها، شما الان باید دو تا گزینتون خیلی راحت حذف کنید. خب من بگم یا شما خودتون میگید بچه ها؟ بله خب بریم دو تا گزینه که آقای فروزنده حذف کردن درست و به جا بوده، حالا بین اون دو تا گزینه دیگه انتخاب میکنیم و منم نکتهش الان عرض میکنم. آقا خاطرتون هست که ما عرض کردیم اگر اسم های اشاره بعدشون اسم الف و لام دار بیاد باید مفرد معنی بشن. آقا نوشته اولائکل اغلا بعدش الف و لام دار اومده، پس بعد آن معنی بشه. خب درسته. ها اولائ طلاب گزینه دو، الف و لام بعدش داره بچه ها، بعد مفرد معنی بشه، پس این رد گزینه دو. اولائکل انبیا بعدش الف و لام دار اومده، پس باید مفرد معنی بشه، این یا آن بعد باشه. ببینید با همین نکته دو تا گزینتون رو حذف کردید. این تست کنکور 96 هم بوده بچه ها. خب این از این. حالا بین گزینه های 1 و 4، تو گزینه 4 غلطاش خیلی واضحه. حالا به ترتیب غلط های گزینه 4 رو بریم جلو. آقا نوشته این دختران کسانی هستند. این کسانی که میشه بچه تو صورت سوال ما پیدا بکنیم؟ پس تو صورت سوال کلمه ای به نام کسانی که ما نداریم. این یک. آقا لعبیهن الحنون میشه پدر مهربانشان، حنون به عنوان مهربان صفت کلمه عبه، اینجا نوشته پدرشان. دیگه چی آقا؟ آقا نوشته رسائل، رسائل میشه نامه، اینجا نامه نوشته. بعد نامه اصلا صفت نداره، اینجا نوشته نامه محبت آمیز. اینا غلط های گزینه 4 شماست.
پس دو تا گزینه‌مون با اسم اشاره رفت کنار، چهارش هم که کامل عرض کردم خدمت. بریم سوال دو. من چون سوال رو بعد یه وقت زوم کنم که شما راحت تر ببینید. سوال دو رو بچه ها اول شماره های یک و سه، گزینه های یک و سه رو بررسی کنید لطفا. انظر لتلک شجره ذات الخصوم نظره. یک غلط. بله آقا انظر فعل امر دیگه، بله یعنی نگاه کن، پس نگاه میکنم توی گزینه یک غلط. درست شد. این از این. بریم سراغ بعدی. گزینه سه. ذاک هو الله الذی انعمه منعمه است. بچه ها ببخشید. نعم و انعم هر دوشون جمع نعمت هست. نعم و انعم هر دو جمع کلمه نعمت هست. میگه آن همان خدایی است که نعمتهایش ریزان است. خب تو اینم هیچ مشکلی ببین. پس جواب میشه گزینه سه. بریم گزینه دو و چهار. بله آقای عرفانی، آقای علایی، گزینه دو و چهار رو غلطاشو پیدا کنیم. پس جواب ما شد گزینه سه. بچه ها تو گزینه دو غلط پیدا میکنید؟ ببینید نجم انجم جمعشه. میگه و با ستارگانی همانند مرواریدهای پراکنده زینت داد. همه چیش درسته بچه ها، جز همون که آقای درسته، جز همون که آقای نقیب فرمودند. آقا زانه معنای زینت داد درسته، ولی یه ضمیر بهش چسبیده بچه ها. وقتی میگه زانهو باریکلا یعنی چی؟ یعنی آن را زینت داد. پس اون ضمیر ه ترجمه نشده و جمله ما به درد نمیخوره. اینم از این. و سوال چهار. قول لا اعلم نصف العلمه. گفتن نمیدانم نیمی از علم است. خب نصف خودش مشخصه دیگه، چرا دیگه اومده به این شکل معنیش کرده؟ اینو داشته باشید بچه ها. ما یه قرائت معنایی هم توی کنکورسمون بود، من اونم براتون بخونم. الان یکی از بچه های هم دو دقیقه پیش من جوابشو دادم. ببینید همین گزینه رو داشته باشید. قول لا اعلم نصف العلم، گفتن نمیدانم نیمی از علم است. حالا توی انجش پارسال این سوال رو برای بچه ها نوشته، گفته که قول لا اعلم نصف العلم مفهومش رو جلوش نوشته. هر کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. این آیا ربطی به این جمله دارد یا خیر؟ پس خیلی واضحه، من جوابشونم کامل دادم. این نمیگه که آقا هر کس که نداند و نه. این میگه وقتی که بگی نمیدونم نصف کار رو انجام دادی، چون هم خود تکلیفتو میدونی چیه، هم اون طرفایی که باشون روبرو هستی متوجه میشن که شما نمیدونی و آگاهتون میکنن. این منظورش اینه.
ببینید این که نوشته نصف علم، خب آقای علایی منظورش اینه که نصف مشکلت حل میشه، نصف مشکل دیگه هم بهت آگاهی میدن حل میشه، یعنی تکلیف مشخصه، منظورش اینه. یعنی که وقتی بگی نمیدونم نیمی از علمو کامل کردی، نه، مثل اینه که ما هنوز که هنوزه نفهمیدیم. آقای شارخی چشم، هنوز که هنوزه نفهمیدیم، میگم که ازدواج نیمی از علم است. ها اینو میگم، نیمی از دین است. بعضی میگن این نصف نیمه دین رو ما نفهمیدیم چی. بعد آقای شارخی سوال رو فهمیدیم. سلام استاد. سلام شما چه مخلصه. هفته پیش بود، دو هفته پیش که تکلیف اولمون بود، یه سری افعال بودن، گفتید که هفته اول نمی اومد داخل این قسمت برنامه‌مون که ما تحویلش بدیم. این هفته، یعنی هفته پیش که گذاشتید، جاش اومده بود، ما نمیتونستیم بارگذاریش کنیم، یعنی اینکه فقط فایل اونجا بود برای من. بله، اون مشکل برطرف میشه انشالله این سری. و اون تکلیف رو من برای کسی در نظر نگرفتم. دست شما دارم. یعنی اگرم کسی، بله، اگرم کسی نتونسته ارسال بکنه که اولا مشکل از شما نبوده. حالا میشه نوش جون اونایی که کلن اصلا تکلیف رو نگاه نکردن. درست شد. اینشالله از امروز درست میشه تکلیفم. خب. بریم آقا سوال بعدیم. من همه چی باید دم دستم باشه، روز بیشتر از همه این اسامی شما هاست. خب بریم بچه ها سال بعدیم. ما یه 3-4 تا اولویت بچه ها بهتون دادیم توی بحث ترجمه: زمان فعل، زمایر، اسمهای مفرد و اسمهای جمع و معرف و نکر. با این 4 تا اولویت خیلی راحت شما میتونید تست هاتون رو جواب بدید. جلسات قبلم عرض کردم آقا طولانی بود گزینه هراسی به شما نده. الان یه چندین ساله تو خود کنکور هم عبارت های ترجمه حد خیلی طولانی، یعنی کل اون برگتون رو کامل پر میکنه، عرض برگر فوق العاده عبارت های طولانی دارن میدن، یعنی یک خط کامل توی اون دفترچه کنکور پرشه. دانش آموز یه جمله رو با 4 تا ترجمه طولانی میگه ولش کن، این کلی وقت منو میگیره. با این اولویت ها برید جلو بچه ها. بریم. بهترین چیزی که تو این سوال ذهن منو درگیر میکنه دلافین هست. آقا دلافین میگه نمیشه جمع دلفین ها، جمع دلفین. پس گزینه 2 دلفین معنی کرده، 4 هم دلفین معنی کرده. حالا میایم غلطه دیگه هم پیدا میکنیم. آقا اینو فهمیدم. آقا طائرات میشه هواپیماها، گزینه 2 هواپیما، 4 هواپیما. حالا بریم اون چیزی که آقای شارخی دارن میگن. آقا من یه کانه داشتم با یه فعل مضارع، کانه با فعل مضارع خروجیش چی میداد بیرون؟ بچا بیکلا ماضی استمراری. پس دلفین میتواند، میتواند غلط. چهارم که میتوانست درست معنی کرده، اما چون دلفین ها هست باید جمع معنی میکرد. اینم رد گزینه است. بازم میتونید غلط پیدا کنید بچه ها. سفن یعنی سفینت، کشتی ها، جمع گزینه 4، گزینه 2 مفرد معنی کرده. درست شد؟ پس ما با همون دلفین ها و زمان فعلمون جوابمون رو میتونستیم پیدا کنیم. حالا این بقیهش رو من اضافه کردم که توجه بشید. سوال 4 خیلی سوال ساده‌ای بوده، من ازش رد میشم.
بریم سراغ سوال 5. دو گزینه ای بریم جلو که شما تستا رو داشته باشید. خب اما سوال 5. الحمدلله الذی هدانا لهذا الانعام. باریکلا آقای فروزنده. انعام جمع غیر عاقله. جمع غیر عاقل هم اسم اشارش باید مفرد مؤنث به کار بره. پس این رد گزینه 1. 3 رو بخونید بچه‌ها. خب آقا حامد شباب چی قضیهش؟ دایی کردم بچه حامد نوشته شباب جمعه، اونو جمعه نخونیدم. آی خوشکلام. بله آفرین. پس حالا که شاب میشه جوان، جمعش میشه شباب یعنی جوانان، جوانان جمعه. خب اسم اشارش هم باید جمع بیاریم دیگه. ما بچه ها فقط با جمع غیر انسان مشکل داریم، بقیه جمع ها باید سر جای خودش همه چیش تکرار بشه. آقا بین 2 و 4 پس 1 و 3 غلط شد. بین 2 و 4 انتخاب کنیم. بچه ها توی اون فایلی که جلسه قبل ما حل کردیم شماره 7 و 12 اگر خاطرتون باشه یه اتشان داشتیم و یه کسلان که من اونجا توضیحات رو عرض کردم. آقا اتشان و کسلان مفردن، مثنا نیستن که من اسم اشارش رو بخوام مثنا بیارم. دلیلش هم توضیح دادیم. آقا عطشان هر اسمی که الف و نون داره مثناه. خیر من میام خیلی راحت آنه رو حذف کنید. اگر یه اسمی رو دیدید آنه یا عینه داره حذفش کنید. میتونید بخونیدش یا نه؟ الان شما اگر عطشان رو الف و نونش رو بردارید عطش نمیمونه بچه ها. ببینید اون چیزی که میمونه رو باید شما بخونید نه اون چیزی که بلدید. اتشان که ما نگفتیم آنش رو برداریم بشه اتش، اتش معنی میده پس درست. نه اتشان آنش رو برداریم میشه اتش، اصلا معنی نمیده همچین کلمه. پس الف و نون مال خودشه. پس دو باید میگفت یشرب و هازا الاتشان. اینم از سوال. ببینید ما اگر خاطرتون باشه جلسه اول دوم کاملا تشریحی همه نکات رو گفتیم. پس کسی تشریحی کتاب رو عمیق بلد باشه دیگه با مشکلی با تست نداره. آیه عرفانی اگه عطشان مثنا باشه میشه عطشانان یا عطشانینه، کسلانان یا کسلانینه. درست شو؟ نه دیگه. اگر هم مثنا بود بازم یشربا اول جمله است و مفرد به کار میرفت. فعل در اول جمله در صورتی که فاعلش بیاد باید مفرد به کار بره. یا مفرد مذکر یا مفرد مؤنث. شاید هم جلسات قبل گفته باشم من یه مثال اگه بخوام براتون بنویسم. ببینید من اینجا بنویسم یذهب المعلم. خب این میشه یه جمله معلم میرود.
من میخوام برای دو تا معلم مثال بزنم. بازم میگم یذهب المعلمان. اینو میخوام برای جمع مثال بزنم. بازم بچه ها می نویسم یذهب المعلمون. فعل اول جمله وقتی فاعلش مشخص باشه باید مفرد مذکر یا مفرد مؤنث. بریم سراغ سوال 6. چقدر سوال 6 سوال خوبیه. آقا سوال 6، این اسم اشاره یترجم جمعا. میگه داداش اسم اشاره تو کدام گزینه جمع معنی میشود؟ خب آقای آژنگ تشریف دارن؟ بچه یه حضور غیاب به من بدید لطفا. آقای آژنگ اسامی که خوندم لطفا به ترتیب من بخونم بعد اعلام بفرمایید. آقای آژنگ، آقای اسدی، آقای امجدی، آقای امینی، آریا، آقای پریشان، آقای جانزاده، آقای حاجی ابراهیمی، کی رفته از مدرسه شامخی؟ آها جانزاده. این از آقای جانزاده. خب بقیه هم که نرفتن نیستن. آقای سید رضایی، آقای سید رضایی، بله، آقای شهرابی فراهانی، آقای صابری، آقای صفائی، آقای ظروفچی، بله، آقای کریمیان، آقای گودرزی، بله. چرا مشارکت نمی کنید بچه ها؟ آقای کریمیان، آقای گودرزی، این اسامی هم می خونم همه لطفا بیان تو کلاس مشارکت کنن. آقای مباشری، بله، آقای مزید آبادی، بله، آقای مناقبی، بله، و آقای یخچالی. اون بچه هایی که نخوندم به خاطر اینکه تو جریان سوالات اون وقتی جواب میدادید من هم تیک حضور و غیابتون رو زدم و اون علامت مشارکتی تو کلاستون رو زدم، به خاطر این اسامیتون رو دیگه نخوندم. خب درست شد؟ غیر از هفته پیش که من یه ذره بدقول شدم به خاطر تکالیف و بارگذاری پاسخه کلن یه ذره دردم دقیقا فهمیدید اینه که کار تو کلاسیتون خیلی مهمه. اینو میتونید نتیجه شو از بچه های پارسال بپرسید اگه دوستی آشنایی، حالا فعلا که هم دیگر نمیبینید، بدجور تاثیر داره خیلی. بریم آقا سال 6 داره میگه اسم اشاره‌ای که جمع معنی میشه. خب
اسم اشاره‌ای که جمع معنی بشه. سریع اگه نکتش تو ذهنت بیاد، جفت گزینه‌های یک و سه رو باید رد کنی. چون بعد از اسم اشاره گزینه یک اسم الف و لام دار اومده، بعد از گزینه سه اسم اشاره بعدش اسم الف و لام دار اومده، پس اصلا نمیتونیم اینا رو به صورت جمع معنی کنیم. حالا بین دو و چهار، بازم تو گزینه دو بعد از اسم اشاره الف و لام دار اومده، پس اینم به دردت نمیخوره. ببین یه نکته یاد گرفتی، ببین چقدر راحت داری تست میزنی. بعد از اسمهای اشاره اگر اسم الف و لام دار بیاید، اسم اشاره مفرد ترجمه می شود. اینم از این. گزینه چهار، بله، میگه اینها کتاب های ارزشمندی هستند که به کتابخانه عمومی هدیه کردم. همون دیگه، همین چون جالبه میشه گزینه صحیح یا غلط ما که ردش کنه. میگه هازهی، چرا هازهی اومده؟ چون کتب جمع غیر انسانه. فقط جمع غیر انسان نوشته میشه، قرار نیست من ترجمهشم غیر انسان ترجمه مفرد ترجمه کنم. پس چون جمع غیر انسانه فقط به صورت مفرد مؤنث نوشته میشه، اما توی ترجمه به اون ال بعدیش بستگی داره. آیا حسین قلی توی جزوه صفحه بکنم دوم بود این نکته که اشاره کردیم بهش، بعد از اسمهای اشاره اگر اسم الف و لام دار بیاد، اسم اشاره باید مفرد معنی بشه. آقای عظیمی گزینه سه، بله گزینه سه، ببینید بذارید سه و چهار بذارم کنار هم دیگه. گزینه سه جمع غیر انسان دارید، هازهی ان نصوص. تو گزینه چهارم هازهی و کتب دارید. الان جفتشون جمع غیر انسانن، جفتشون هم اسم اشارهشون هازهی اومده، اما چون هازهی گزینه سه بعدش الف و لام دار اومده، من باید مفرد معنیش کنم. درست شد آقای عظیمی؟ اگه الف و لام نیاد باید به صیغه خودشون ترجمه بشن. اینم از این. آقا بریم سوال بعدی. سوال بعدی هم سوال راحتیه، بازم قاعده های اسمای اشاره. یک تا سه رو ببینید، اینم گزینه چهارشه. خب من یه ذره زوم اینو کمتر کنم، شما چهار تا گزینه رو ببینید. خب آقا سوال هفت، آی فروزنده ببینید بچه ها، نوشته جای خالی فلاحونه. خب فلاحونه جمع دیگه، انسانم که هست، پس اسمای اشاره جمع باید براش به کار ببرید. پس گزینه چهار این هازهی کار ما رو خراب کرد، این رد گزینه چهار هازا. پس گزینه های یک دو سه برای جاخالی اول درسته. حالا بریم ادامه جمله، بریم ادامه جمله. میگه این کشاورزها یا آن کشاورزان با جدیت کار میکنند و میکارند این گیاهان را. باریکلا ایلیا کیان، این گیاهان را میکارند. آقا نباتات دوباره جمع غیر عاقله، پس برای جمع غیر عاقلم باید مفرد مؤنث بیارم، پس هاولائه تو گزینه های یک و دو غلط. اینم از این. سال هشت، سال هشتمون با ترجمه خیلی راحت میتونیم بهش برسیم. باز دو تا میتونید بچه الان مشخصه، یا من زوم کنم دو گزینه ای ببینید.
یک کار دیگه میشه بکنیم. یه دقیقه وایسید، وایسید. الان سوال 8 رو بگید بچه. عین ما فیه فعل نهیه. گفته که فعل نهی رو پیدا کنید. توی سوالای تستی هم بچه ها دقت کنید، معمولا حرکت تو اینا بهت نمیدن. ببین جایی که فکر میکنی، قشنگ گوش بده، جایی که فکر میکنی اگه یه علامت بهت بدن تو مشکلت حل میشه، اینا نمیدن. دقت فرمودین؟ بعد حواستون باشه بچه ها، آخر گزینه های کنگور یا نقطه است یا علامت تعجب، که بیشتر علامت تعجبه. یعنی سوالایی هم که مثلا دانش آموز گفته آقا من استفهامی رو پیدا کن، بچه ها دنبال علامت سوال میگن. نه آقا، این حرف نیست که علامت سوالی که ببینش من میفهمه این جمله سوالیه. آقای نقی زده دقیقا داری درست میگی، اما تو کنکور ما این علامت سوال رو نداریم. این چون تست ها از مونتا اومده علامت رو دادن، ولی تو کنکور تمام گزینه ها علامت تعجبه. معنی فقط جو اولا که جمله سوالی نمیتونی توش نهی باشه. من بگم که ای دانش آموزان دختر، آیا این کتاب های مفید رو نخونید؟ آیا این کتاب های مفید رو نخونید؟ ببین اصلا معنی نمیده. پس گزینه یک میگه ای دانش آموزان دختر، آیا این کتاب های مفید را نمیخوانید؟ پس این لالای نفیه. گزینه دو میگه زن و سلمان دروغ نمیگن، خب اینم منفی شد. گزینه چهار بهترین راه ترجمه هست، کسی توش بحثی نداره، ولی لا تنظوری نه، آقا نونش باید بیفته توی نهی. فعل نهی آخر فعل رو آقا یا مجزوم میکنه، یعنی یا ساکن کنه، یا اگه نون داشته باشه نونش رو حذف میکنه، به جز نون خانم ها، جمع مؤنث غایب و جمع مؤنث مخاطب. این هست. پس جواب گزینه است. میگه ای زنان مسلمان دروغ نگویید، زیرا کلید هر بدی است. حالا آقا این هست. سوال 9 که زنگ تفریح بوده، هیچی چیزایی که بیاد گرفتم رو میام پیاده میکنم. به من یاد دادن که چه میدونم کانه به اضافه مضارع میشه استمراری، کانه به اضافه ماضی میشه بعید. آقا یه کانه داری اینجا ماضی داری، خب خروجیش میشه ماضی بعید. قرار داده بودند، بله. قرار دادند، نه خیر. قرار میدادند، خیر. خیلی راحت دوتا گزینه هست شد. جنود، سربازان، لشکریان، همش درسته. این رد دو و سه با دونستن یه ترجمه. حالا بین یک و چهار، آقا ذالک المضیق، ذالک میشه آن، این آن کجای گزینه چهارمه؟ سد بزرگی ساخته شد، میگه فعل من فعل مجهوله که بگم ساخته شد. ها اینم از دیم. بعد نوشته تامس زوب شده، زابه، زابه فعل ماضیه، تامس زوب شد. خب حالا من یه نکته بگم بچه ها، پس جواب گم شد گزینه یارمونم خراب شد رفت. حالا نکته بنده رو از عرض بنده رو دقت کنید. آقا ببینید الان هممون قبول کردیم که اینجا فعل جمله ما ماضی بعید، کسی که با این مشکل نداره، این میشه ماضی بعید.
بچه ها، من اگر اول جمله یه فعلی داشته باشم، حالا زمانش هرچی باشه مهم نیست، و ادامه جمله هی پشت سر هم واو بیارم و بعد از اون واو ها هم فعل بیارم، ببینید، و قد اشعلو. خب حالا گوش بده چی میخوام بگم. بچه ها میان میگن که خب قد به اضافه ماضی میشه ماضی نقلی، دارن درست هم میگن، قد به اضافه ماضی میشه ماضی نقلی، اما مشکل من میدونی چیه؟ مشکل من این واوه هست. وقتی واو بیاد این طرف فعلت، هر زمانی که داشته باشی تبعیت میکنه از این زمان قبلیت. به این واو توی عربی میگن واو عطف، به کلمه بعدش میگن معطوف. پس نباید قد اشعلو رو بچه ها ماضی نقلی معنی کنید. آتش را روشن کرده بودند. آقا چرا بعید معنی شد؟ چون فعل قبلیش هم بعیده. بچه ها دوباره نگاه کنید، واو اومده، اصبحه، اصبحه میشه شد، گردید. نباید شد و گردید معنی کنم، دوباره معطوف میشه به این فعل اولیتون. اینم از نکته این سال. آقا بفرمایید سال 11، کدام عبارت اون لیته نیست بچه ها؟ لیسه. کدام عبارت لیسه فیها صفت؟ کدام عبارت توش صفت به کار نرفته است؟ خب عرضم خدمتتون که بله، جوابو بزنید گزینه 4. خب الان من عرض میکنم، گزینه 4 میگه بعد از چند ساعت تاریکی شهر را پوشاند. یعنی الان این تاریکی میشه فاعل شما، مدینه میشه مفعول شما. آقا درسته که ما گفتیم دوتا اسم عین هم دیگه باشه ظاهرشون میشن موصوف صفت، اما به شرطی که معنی وصف هم بدن دیگه، معنی صفت هم باید داشته باشن تا من این کار رو انجام بدم، درست شد؟ این از بعد درست هم باید ترجمه کنید. تاریکی شهرم اگر معنی کنید بازم موصوف صفت نیست، مگه اینکه این دوتا جاش عوض بشه، بگید المدینه تو ظلمت یعنی شهر تاریک، خب بله اون میشه صفت. پس 4 هیچی نداره. آقا صفت گزینه 1 میشه فهمید چه؟ پس جواب ما الان شد گزینه 4. هی میخوام با رنگ قرمز کمتر بنویسم و نمیشه دیگه، چی کار کنم دیگه؟ به هیچ رنگ دیگه ای علاقه خاصی ندارم، باید با قرمز سرعت بنویسم. خب آقا صفت گزینه 1 میشه پیدا کنید؟ بله. یه صفت خیلی تابلو داشت که گفتید، یه صفت دیگه هم داره که همه کس بچه ها حواسشون باریکلا باید باشه. آقای نوزاده باریکلا، لغتون المشترک. آقا لغتون المشترک دیگه چه صیغه ایه؟ همون صیغه 1 2 3، قانون 1 2 3 که تو فارسی میشد 1 3 2. اینو گفتم دیگه، درسته بچه ها؟ بله. نمیگه زبان ما مشترک است، میگه زبان مشترک مسلمانان، زبان مشترک ما بین مسلمانان، زبان مشترک ما.
با همین قاعده یک دو سه میایم سراغ گزینه دو، عباد الله الصالحین، بندگان صالح خدا. اینم از این. و گزینه سه تون که بله توی سریال پایتخت آقای نقی معمولی بسیار به کار می بردند، یا مکه مکرمه یا مدینه منوره. پس این هم از این. حالا اگر یادتون باشه، خب من اینو اینجوری هم سر کلاس بهتون گفتم، تو جزوه هم هست صفحه دوم یا سوم خط سوم. چی گفتم؟ گفتم آقا اسامی علم. بچه ها اسامی علم یه همچین چیزی رو زیاد میبینید امسان، بهش میگن اسم علم. آقا اسم علم یعنی چی؟ اسامی اشخاص، شهرها، کشورها، اینا رو بهش میگن اسم علم. آقا شما برای اسم علم میخوای صفت بیاری، صفتت باید ال داشته باشه. فاطمه تز زهرا، فاطمه زهرا الندی غلطه، چون زهرا صفت فاطمه است. فاطمه تز زهرا زینب الکبرا، حواست به اینا باشه. سال بعدی سال خوبی نیست، یعنی اذیت نمیکنه. من سوالای نکته دار رو دارم اینجا حلش میکنم. بریم بچه ها سال 18 نکته رو. اسمهای علم وقتی میخوای بهشون صفت بدی، حتما صفتشون باید الف و لام بگیره. آقا سال 18 ما جاء ترکیب وصفی، در کدام گزینه شما صفت ندارید؟ خب اصلا مهم نیست های عیاس خون، با تست زدن دستت را میفته دیگه. اصلا مهم نیست که الان سرعت شما. ببینید آقای عیاس خون، تو موصوف و صفت اولین چیزی که تو ذهنتون میاد یه موصوف صفت عادی باشه که معمولا تو سوالای نکته دار، خب تو سوالای نکته دار شاید یه گزینه اینجوری بهتون بدن. اون چیزی که تو ترکیب وصفی فوق‌العاده است، ببین چجوری تاکید کردم، اون چیزی که تو ترکیب وصفی فوق‌العاده هست، یک دو سه، یک سه دو، تو ترجمه که امکان نداره نبینیش، چه تشریحی، چه تستی، چه گزینه دو، چه سنجش، فرقی نمیکنه. فوق العاده مهمه این ترجمه. خب پس من یه نگاهی به چهار تا گزینه رو بندازم، موصوف صفت تابلو نمیبینم، بگم الکتاب و الجمیل، التلمیز و المؤدب. ببین تست داریم میزنیم دیگه بچه ها. من امتحان تشریحی من همین نکته ها توشه، دقت بکنید که خب
آقا بریم ببینیم چی میگن. آقای نقی‌زاده سه تا رو بر ما نوشتن، سه تاشون هم تقریبا درسته. چرا میگم تقریبا؟ الان عرض میکنم، عرضم خدمتتون. آقا المرت که میدونید میشه تلخ، ولی این المرت صفت دهر نیست بچه ها، صفت حوادثه. چون دهر خودش مذکره، نمیتونه صفتش مؤنث بیاد. پس میگیم یک دو سه، حوادث تلخ روزگار. تو عربی اول مضاف اله بیاد بعد صفت، تو فارسی برعکس، حوادث تلخ روزگار. پس این صفت اول. شماره سه هر جا نوشتم یعنی صفت. بچه گزینه دو، اشعه نقره‌ای ماه ظاهر شد. اشعه نقره‌ای ماه، قمر خودش مذکره، ماه نقره‌ای باید بگی القمر الفضی، چون قمر مذکره، القمر الفضیت ما نداریم. پس فضیت صفت اشعه هست. اشعه هم تو جزوه براتون نوشتم، شعاع پرتو، جمعش میشه اشعه. آقای علایی عزیز، حوادث جمع غیر انسانه، پس صفتش مؤنث میاد. و گزینه سه میگه تو میتونی از توانایی های بزرگت در راه خدا و مستضعفین استفاده کنی. توانایی های بزرگت، اینم از این سوال ما. پس پاسخ گزینه چهار، هیچ مدل صفتی توش به کار نرفته، نه صفت عادی نه قانون یک دو سه. سوال 19 همونم باز دوباره جنبه یه زنگ تفریح داشته برای بچه هامون. و سوال 20، مضاف و مضاف الیه رو مشخص کنید. فکر کنم یک دقیقه دیگه زمانم تمام میشه. بچه ها کدام گزینه مضاف و مضاف الیه دارد؟ فقط من یه بار دیگه آقای آژنگ امجدی، آقای یخچالی، این سه تا غایبین امروز ما بودن، و آقای حاجی تهرانی. خب من اسامیتون رو خوندم، آقای آژنگ، آقای حاجی تهرانی. شما اون موقعی که من حضور غیاب کردم جواب ندادید متاسفانه، من براتون غیبت رد کردم. اول کلاس من 8:27 دقیقه حضور غیاب کردم، این اول کلاس نیست آقای تهرانی عزیز، 27 دقیقه کلاس گذشته بود من حضور غیاب کردم. خب آقا سوال 20، عین مضاف و مضاف الیه، جوابمون باید بشه گزینه 3، مزرعه مضاف، آخرت مضاف الیه. آقا بازم تو جزوه آخرای جزوه هست بچه ها، مضاف سه تا شرط داره. مضاف الف و لام نمیگیره، مضاف تنوین نمیگیره. خیلی راحت یک و دو رو هم با ترجمه میتونستید رد کنید، هم با این دونستن این نکته، مضاف الف و لام و تنوین نمیگیره. گزینه چهارم که بچه ها ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه، دو تا اسم باید باشن پشت سر هم. گزینه چهار یه اسم اومده با یه فعل، پس به درد نمیخوره. فعل که اصلا نمیتونه مضاف باشه، اصلا فعل که اسم نیست، اسم فقط میتونه صفت یا مضاف واقع بشه. خب بچه ها سوالی نیست؟
این بحث پایه ما بود. ما انشالله از جلسات بعدمون میریم توی بحث ترکیب و تجزیه و معلوم و مجهول و فاعل مفعول مبتدا خبر، که دیگه از جلسه بعد دو سه جلسه که مونده دل و روده این محل اعرابی و مجهول رو در بیاریم. باید آقا موفق و معید باشید، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. Thank you.